همونطوری که جناب علی به درستی اشاره کردید، اگر مسئله رفراندوم کردستان عراق یا اقلیم کردستان مهمترین مسئله جهانی نباشه، بدون تردید مهمترین مسئله منطقه ما هست. یعنی اینکه به هر حال اگر به تاریخچه کرد در کل منطقه نگاه بکنیم، گذشته از اینی که به حال سابقه هموطنان کرد ما در ایران همیشه بوده، دلیلش هم اینه که نه عراقی وجود داشته، نه ترکیه به این شکل امروز و نه سوریه آنچنانی، ولی به حال بر اساس سیاست هایی که بعد از جنگ به وجود آمد، کردها در 4 کشور جایگزین شدند و امروز با این مسئله اساسی مواجه هستند و بیشمار مشکلاتی که وجود داره. ببینید، چند بحث اینجا هست که امیدوارم آقای عمر ایلخانی‌زاده که در منطقه هستند و شاهد این قضایا حضور پیدا بکنند، مشکل فنی حل بشه و نظریات ایشون رو دقیقا بدونیم. ولی واقعیت امر اینه که این رفراندومی که آقای مسعود بارزانی اعلام کرده چند مسئله رو به دنبال آورده. یکی این که به هر حال به دنبال استقلال کردستان، هیچ بحثی امروز از کردستان بزرگ نیست، بحث جدایی اقلیم کردستان از حکومت عراق هست، هیچی بیشتر از این در حال حاضر وجود نداره. ولی به هر حال میدونید که دولت عراق، هم آقای عبادی نخست وزیر و هم دادگاه عالی عراق، این رفراندوم رو رد کردند و گفتند که در قانون اساسی عراق چنین چیزی وجود نداره و اونها نمیتونن این کار رو انجام بدن. از طرفی همسایه های اقلیم کردستان و یا همسایه های عراق که یکیش جمهوری اسلامی است و یکیش ترکیه، اینها هم مخالفت قطعی خودشون رو اعلام کردند. حتی فراتر از مخالفت، آقای اردوغان در ترکیه دستور داده که ارتش در مرز حائل بین عراق و ترکیه آماده بشه و چند روزه که این آمادگی به وجود آمده. جمهوری اسلامی هم به انهای مختلف و در آخرین مرحله رسما آقای شمخانی رئیس شورای امنیت ملی اعلام کرده که به هیچ وجه مورد قبولشون نمیتونه باشه و تمام قراردادهایی رو که داشتند با اقلیم کردستان، اگر بخواد این رفراندوم انجام بشه، از بین خواهد رفت و تنها از کشور یک پارچه عراق حمایت خواهند کرد. خب از این طرف امریکا که شاید به نظر من میرسه، خیلی دلم میخواد آقای ایلخانی‌زاده زودتر حضور پیدا بکنن، به نظر من میرسه که یکی از دلایل انجام این رفراندوم، گذشته از اینی که به هر حال کردها میخوان که کردهای عراق میخوان که به یک استقلالی برسن، یکیش هم به نظرم یک چانه‌زنی مشخص با امریکاست. میدونید که امریکا هم مخالفت کرده و اعلام کرده که این رفراندوم نباید انجام بشه و به جای اون باید گفتگو با حکومت مرکزی عراق انجام بشه، چرا که در حال حاضر در مقابله با داعش دچار مشکل خواهد شد این کار. ولی به هر حال همه این مسائل هست. به همراه این مسائل ما میتونیم یک نکته اساسی رو هم در نظر بگیریم. آقای فتی، شما به بحث دموکراتیک اشاره کردید. بحث دموکراتیک وقتی که ازش اسم برده میشه، خب طبیعی است. دو تا از این مثال هایی که شما زدید، یکیش کبک کانادا بود که با رفراندوم گفتن که ما میخواییم در همون کانادا بمونیم و نمیخواییم جدا بشیم. یکی اسکاتلند بود که اون هم میخواستن در انگلیس بمونن و جدا نشن و بقیه مسائلی که جناب علی به درستی خودتون مطرح کردید.
ولی اگر بحث دموکراسی وجود داره، حتما میدونید که آقای مسعود بارزانی نزدیک 3 ساله که دوران ریاست جمهوریش تمام شده و ایشون حاضر نیستش که از این پست خودش بیرون بره. حالا مسائل بیشماری وجود داره که من فکر میکنم که بتونیم مرحله به مرحله واردش بشیم و بیشتر این برنامه هدف ما همونطوری که من در شروع صحبتم عرض کردم اینه که این رویدادی که بزرگترین رویداد در منطقه ما چه برآوردهایی رو میشه در رابطه با مسئله کشور خودمون ایران و کردهای ایرانی خودمون در رابطه با این بدونیم. اینها مسائل اصلی است و من در خدمتون هستم که تا آقای ایلخانی زاده من میبینم که همچنان داره تلاش میشه. بله. و متاسفانه هنوز شما رو دارم. آقای ایلخانی زاده خیلی خوشحالم که حضور داری. صدا و تصویر شما رو دارم. تعجب میکنم که مشکل فنی باشه. من همه برنامه رو شنیدم. خب جناب فتی من در خدمتتون میدم. جناب ایلخانی زاده که تصویر زیباشون رو داریم میبینیم. پس ما همه رو شنیدم. ما با یه سوال کلی تر اول نقطه نظر آقای ایلخانی زاده رو عرض کردم، رهبر کومله زحمتکشان ایران، جویاب بشیم بعد بریم سر مسائل جزئی تر. من فکر میکنم این حق طبیعی مردم کردستان عراق هست که رجوع کنن به رفراندوم، به رأی و اراده مردم، به دلیل اینکه بیش از 100 ساله که دارن انفال میشن، دهاتشون ویران شده، ده‌ها شهرک و 5000 روستا ویران شده، مردم رو کوچ دادن و بمباران شیمیایی شد. در دوره اخیرم علارغم اینکه با تمام قدرت کردها مدافع فدرالیسم، مدافع با هم بودن بودند و نیروی اصلی بودند در تشکیل عراق جدید، اما متاسفانه تحت تأثیر رژیم جمهوری اسلامی شیعه های عراق با تمام قدرت سعی کردند که این دستاوردها رو بگیرن. هیچ کدوم از مسائلی که در دستور عراق بوده رعایت نشد. نیروی پیشمرد جزء ارتش به حساب نیومد، بودجه کردستان رو قطع کردن، قرار بود درصد بالایی از ارتش عراق و نیروهای امنیتی رو کردها تشکیل بدن، ترکها تشکیل بدن، ارامنه تشکیل بدن، هیچ کدوم اینا رو نکرد و در نتیجه بعد از ده‌ها بار رفتن هیئت کرد و اعلام این که ما عراق فدراتی و متحد رو می‌خوایم، درست در اثنای این که داعش داشت حمله می‌کرد و نصف عراق، تقریبا نزدیک به نصف عراق رو تسخیر کرده بود، بودجه کردستان رو هم گرفتن. قراردادهای 1992 بین کردها و عراق هست، 2003 هست، 2005 هست، تمام این قراردادها لغو شده و در نتیجه راهی در حقیقت برای کردها نمونده جز این که بالاخره به رأی مردمشون در شرایط فعلی مراجعه بکنن. این ارجحیت کردهای عراق نبود بعد از 14 سال اقدام به این کار کردن، به الا قبلا هم در 2005 رفراندوم شده و بیش از 95% مردم کردستان عراق رأی دادن به جدایی، ولی این رهبری سیاسی و احزاب سیاسی در این جهت پیش نرفتند. اولا باید این دوره 14 ساله و اجحافات و ظلمی که به کردها شده در این 14 سال و دوره 100 ساله اخیر رو ببینیم و در شرایطی هستیم که مطمئنن بعد از جریان داعش، 8 شعبی که ایران و سپاه قدس سازمانش داده بارها گفته به کردستان حمله خواهد کرد، در نتیجه اگه خونریزی هست قطعا خواهد شد. آیل خانی زاده
برای جلوگیری از خونریزی هم بهترین کار اینه که اراده مردم رو در مقابل جهانیان بگیرند. به این به معنای هنوز جدایی نیست. گفتن وارد مذاکره میشیم، شرایط مختلف هست و قطعا روز بعد از این همه پرسی جدا نمیشن، ماه بعد از این همه پرسی هم جدا نمیشن. و اینکه قدرت‌های منطقه‌ای ایران، ترکیه و سوریه مخالف این باشن به نظر من خیلی طبیعی است. به هیچ وجه، چون به هیچ وجه شرایطی که در کردستان عراق هست در کردستان ایران نیست، در کردستان ترکیه نیست و هنوز مردم کردستان ایران ترکیه نخواستن جدا بشن. احزاب اصلی هنوز فدرالیزم و ایران دموکراتیک رو شعار میدن، ولی آقای شمخانی تهدید میکنه نه تنها به کردستان عراق که مرزها رو قطع میکنه و گذرگاه ها رو میبنده، میگه به اون ضد انقلابی که در اونجا هست هم حمله میکنه. این معنی داره و به نظر من این روش هاست که اساساً باعث تضییع طلبیه، باعث جداییه. این کردانه بودن که خواستن جدا بشن. در ایران فعلی هم اگر همین روش و منش ها ادامه داشته باشه، اگر نیروهای دموکرات و آزادی خواه ایرانی که اتحاد مردم ایران رو میخوان نتونن پیش برن و این واقعیت رو درک نکنن، به نظر من امسال نه 10 سال دیگه 20 سال دیگه ما با این واقعیت روبرو خواهیم شد، نه تنها در کردستان، در بلوچستان، در جاهای آقای ایلخانی زاده. الان به اونجا میرسیم، برای اینکه حضور سردار سلیمانی در اونجا وقتی به هر حال قاعده این هست که آقای ظریف اونجا می بودن، ولی وقتی فرمانده سپاه قدس میره، حالا به اون بخش میرسیم که ممکنه مسئله، ولی من میخوام یه سوال دیگه مطرح کنم. اولا در داخل اقلیم کردستان هم احزابی هستن، جمعیت اسلامی، حالا به هر حال طرفدار جمهوری اسلامی، منافعشون مشترک با مخالفن. حزب گوران، جنبش تغییر، به نظر میاد که باز این زمان رو حداقل مناسب نمیدونند و معتقدن که مجلس باید اینو تصویب میکرده و آقای بارزانی سر خود این کاری کرده و کلا این سوال مطرحه که یا وضع بهتر میشه یا همینطوری میمونه یا بدتر میشه. در شرایط فعلی چه پیش بینی هست که وضع از اینی هست، وقتی که خود عراق هنوز به هر حال در یک راه دموکراتیک شروع شد، الان 16-17 سال شده ولی هنوز میبینیم متاسفانه به جایی نرسیده، چه تضمینی هست که وضع از این هم بدتر نشه و نهایتاً ناسیونالیست های کرد هم در مقابل ناسیونالیست های عرب و اینا قرار نگیرن و یه جنگ منطقه‌ای که درست همون شرایطی که اسرائیل براش پیش اومده. این سوال رو هم همینجا اضافه کنم، شما یه جا پاسخ بدین چون یه مدار مشکل فنی رو راحت تر بکنیم. من برنامه رو آخر هفته در تلویزیون آمریکا می دیدم، یه سری تحلیلگران معتقد بودن اسرائیل حمایت میکنه از این جدایی نهایتا استقلال کردستان، برای اینکه تنش رو خودش سال هاست که با عرب ها تنش داره و این تنش به این سادگی حل شدنی نیست. این تحلیلگران نظرشون این بود در برنامه های آمریکایی آقای فرید زکریا و دیگری. بخشی از این برنامه ها منتقل خواهد شد به اقلیم کردستان، یه مقدار آرامش بیشتری اسرائیل حس خواهد کرد، ولی این دفعه بخشی از این جنگ های منطقه‌ای و یا نارامی ها منتقل خواهد شد به اقلیم کردستان با عرب ها. دلم میخواد که نقطه نظر شما رو بشنویم. اولا باید عرض کنم که جنبش تغییر که دومین حزب کردستان عراق هست، انتقادات جدی رو داره از بازگشایی پارلمان کردستان، از نحوه قرار و مصوبه‌ای که برای رفراندوم شده، چه پیش از گشایش پارلمان و چه روز گشایش پارلمان. اما با وجود این جنبش تغییر از رفراندوم من یقینی ندارم که پشتیبانی میکنه و به مردمم میگه که با رأی بله در این رفراندوم شرکت کنن، در عین حال که مرز خودشو با اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق نگه میداره. چون من در تماس هستم با همه این جریانات، من فکر نمی کنم به هیچ وجه هیچ حزب کردی در کردستان عراق بره و نه بگه. انتقادشو میکنه، در کار میکنه برای
انتخابات کردستان عراق به این لحاظ. و از طرف دیگه من فکر میکنم باید این پرسش رو مطرح کرد که چه چاره ای دارن کردها، مورد حمله قرار میگیرن، آیا در شرایط ضعف دولت عراق، در شرایطی که 14 سال تلاش کردن این دستور از طرف مالکی و از طرف سپاه قدس و پایمال شد، کردن نمیتونن، حق ندارن حداقل در انظار عمومی مردم به اراده و رأی مردمشون مراجعه بکنن. دادگاه عراقی که 100 پرونده شکایت کردها در مورد ارتش، در مورد نیروی پیشمرگ، در مورد اقتصاد، در مورد بازسازی و در مورد همه اینها رو داره، هیچ کدومشون رو بررسی نکرده، به نظر من کردها براش تره خورد نمی کنن که این دادگاه نافدرالی چه تصمیمی میگیره، چه رأیی میده. من فکر میکنم نیروی واقعی و در میدان واقعی تعیین میکنه که چه کار باید کرد و طبیعیه که این به هیچ وجه به نظر من بدون دردسر و بدون مشکل نیست و بهترین راه اینه که همه آزادی خواهان منطقه، نه قدرت ها و استبداد منطقه، همه اونایی که عرب ها، فارس ها، ترک ها، بلوچ ها که با کردها دارن زندگی میکنن در کشورهای مختلف، به نظر من روی خط بیان برای این مسئله. ما باید کاری بکنیم که دولت عراق فشارش زیاد بشه و راه حل دیگه ای رو پیش بگیرن. من اینو ممکن میدونم، تا حالم آمریکا از رأی و اراده مردم کردستان اینو انکار نکرده. چه کشورهای اروپایی میگن وقتش نیست، میگن حالا رفراندوم رو عقب بندازید، نگفتن نکنید، میگن تضمین میکنیم که بعد از 2 سال دیگه سازمان ملل بیاد این کار رو بکنه. چرا میخواین چشما، همه چشما رو داعش بشه؟ یعنی مخالف نیستن همه قراردادهایی که آمریکایی خودشون از 2003 به بعد درش بودن، دولت ایران و دولت عراق لغو کردن، نگذاشتن. و من فکر میکنم فشار دولت ترکیه در شرایط بسیار بدی خودش قرار داره، ایران هم به همین ترتیب راحت نیست که بتونن لشکرکشی بکنن. این مانورها را اگر اردوغان میتونست پیش ببره، در کردستان سوریه پیش میبرد، مجبور شد سپر فراتشو جمع کنه. اینا تبلیغاته. بیش از 10 میلیون دلار، بیش از 10 میلیارد دلار قرارداد بازرگانی داره با کردستان عراق. 50 سال قرارداد داره که نفت از اونجا رد بشه و در عین حال با بحران عظیمی روبرو خواهد شد، حتی در داخل هم. من فکر میکنم این فشار محپست و هارت و پورتیه برای اینکه دولت ترکیه بگه نه ما قبول نمی کنیم. ولی من فکر میکنم شرایط بین المللی اگه اونا نتونستن به یه پگه و اینا به پده حمله بکنن در سوریه، به طور قطع نمیتونن به کردستان عراق حمله بکنن که بیش از 38 کنسولگری در اربیل هست، بیش از چندین پادگان آمریکایی هست، بیشترین نیروی آمریکایی حالا در کردستان عراق و در عین حال بزرگترین نیرویی که بدون امکانات، بدون تجهیزات آنچنانی که دولت ها دارن در شکست داعش سهم داشته، بتونن حالا مثلا ایران یا ترکیه مزاحمت براش ایجاد کنن. در نتیجه کردام اینو درک میکنن و همه ما اینو باید درک بکنیم. و قطعا اگه هر تحرک نادرستی از طرف، یعنی تجاوزگرانه از طرف ترکیه و ایران صورت بگیره، ما شاهد کردستان عراق رو نمیتونن نابود کنن و این جنبش ادامه خواهد داشت، به کردستان ترکیه و عراق ایران هم خواهد رسید. آقای دکتر، و در
اجازه بده از آقای لاجوردی سوال بپرسم. آقای دکتر لاجوردی، چون مطرح شد برای آقای شمخانی و رسم دیپلماتیک این بود که آقای ظریف اونجا باشن، ما میبینیم که آقای سلیمانی، قاسم سلیمانی، یعنی نگاه جنگ طلبانه. دیروز پریروزم در آمریکا آقای کیسینجر خواستار این شدن که داعش رو به کل در هم نکوبید و از بین نبرید. اگر داعش رو از بین ببرید، بعد از اینکه ظاهرا آقای سلیمانی جایی گفتن که 82% نفت جهان دست شیعه هاست، آقای کیسینجر میفرمایند، کیسینجر امروز 93-94 سالشه ولی فعال در مرکز کیسینجر سنتر، میگوید که از بین بردن اون به نشانه به وجود آمدن امپراتوری شیعه خواهد بود. ولی حضور اصلا سردار سلیمانی رو به یعنی یک آدم نظامی به جای راه‌های دیپلماتیک رو، تعبیر شما چه هست آقای دکتر لاجوردی؟ اجازه بدید که من در مرحله اول یک یادآوری بکنم، یک نکته مشخص رو که قبل از اینم که آقای ایلخانی زاده رو ما ببینیم من همین صحبت رو کردم. آقای عمر ایلخانی زاده بسیار عزیز، شما در تورنتو در آسیب شناسی اپوزیسیون حضور پیدا کردید و صحبت کردید و همینجا بگم که کتاب هم چاپ شده و مقاله جنابالی هم درش هست. میدونید که این برنامه که اسمش آینده ایرانه بر دو محور اساسی پایه گذاشته شده: یک، نبودن جمهوری اسلامی و بودن ایران، به عبارت روشن‌تر سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و حفظ ایران، حالا حفظ یک پارچگی ایران. در اونجا هم این بحث مطرح شد، خود من مطرح کردم، سالهای درازم هست که شما این رو به خوبی میدونید. من هدفم از اینی که امروز در این رابطه ما صحبت بکنیم بیشتر از هر چیزی اثرات این قضیه بر روی کشورمون ایرانه. بحثی که وجود داره طبیعی است، وقتی که شما میبینید به قول آقای فتحی به جای آقای ظریف آقای سردار سلیمانی هست و از طرف دیگه آقای فتحی، خبری رو من امروز خوندم که اصلا آدم میمونه تو با این رژیم چی کار باید بکنه، آقای سردار رادان رو که با چندین نفر زن لخت نماز جماعت برقرار کرده بود حالا در عراق گذاشتن و ایشون مسئولیت بسیار مهمی رو در عراق به عهده گرفته. ولی بحث اصلی اینجاست، اگر صحبت من در رابطه با سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و یک پارچگی ایران باشه، بارها و بارها خود جنابالی آقای ایلخانی زاده شاهد هستید که من به این اشاره کردم، با این شکل یک پارچگی ایران باقی نمیمونه مگر اینکه به هر شکل ممکن امکان این به وجود بیاد در نبودن جمهوری اسلامی ما بتوانیم اون برابری که نیاز یک جامعه دموکراتیکه، اون نیازی که یک کرد با یک فارس با یک بلوچ با یک لور با یک عرب ایرانی مساوی باشه و خواستهاشون به نتیجه برسه و این جایگاه رو خودشون احساس بکنن. بگردیم من هم با شما هم عقیده هستم، اگر این به وجود نیاد ناگزیر ایران هم به طرف فروپاشی میره با جمهوری اسلامی، با وجود جمهوری اسلامی. الان شما مسائل اقلیم کردستان رو کاملا مطرح کردی. یک نکته هم من بهش اضافه بکنم و اون اینه که به هر حال میدونید جمهوری اسلامی هم بیشتر نگاهش اقتصادی است و مراکز نفتی کرکوک واسش مطرح نمیخواد که حکومتی عراقی رو که در اختیار داره اونجا تقسیم بشه و مشکلاتی برای جمهوری اسلامی هم ایجاد بکنه. جمهوری اسلامی، اشاره جناب علی به درستی مطرح شد که خود جمهوری اسلامی هم امروز گوشه دیوار قرار گرفته. بحثی که برای ما وجود داره، من تو خبرها میخوندم که یک مجموعه 120 سازمان و افراد استوکهلم تشکیل شده و احزاب سیاسی ایرانی، من فکر میکنم فقط حزب کمونه کمونیست ایران در اونجا حضور داشت، شما نبودید، کمونه آقای مهتدی نبود،
حزب دموکرات کردستان ایران آقای هجری نبود، حزب دموکرات کردستان نبود و اینها همه سالهایی رو به وجود میاره که به هر حال از اونجایی که شما در کانادا هم پیش ما اعلام کردید این رو که قصد تجزیه ایران در فکر شما نیست، قصد یک نوع بحث حقوقی حق و غیره مطرحه، من میخوام که اثراتش رو رو ایران ببینیم، وگرنه من هم مثل شما معتقد به این هستم که به هر حال اگر این رفراندوم انجام بشه، چون ممکنه که در آخرین مراحل هم با مسائلی در امریکا یعنی همون چانه‌زنی که من گفتم خدمتتون اونجا به انجام نرسه، ولی اگر به انجام برسه و رویارویی پیش بیاد، طبیعتاً ما شاهد مشکلات بسیار بسیار گسترده‌ای در منطقه خواهیم بود. آقای فتحی هم اشاره کردن شاید یک مرکز اغتشاش از بین اسرائیل و عرب‌ها برگرده به این طرف، ولی اینها همه مباحثی است که میشه بعداً انجام داد. من اسلام از شما اینه که بریم سراغ این که این اثراتش روی جامعه ما به چه شکل خواهد بود، و امروز من هیچ حزب کردی ایرانی رو نمیبینم که بخواد در زمینه استقلال، در زمینه تجزیه، در همه این موارد صحبتی رو بکنه. آیا نظر من درسته؟ من میتونم صحبت کنم؟ بله بفرمین. و بله ببین لاجوردی عزیز، من تمام صحبت هایی که در این چند سال با هم داشتیم هستم و میدونم اینا هم چاپ میشه. من گفتم دیکتاتورا و شونیستایی که حقوق ملی مردم و خلقهای ایران رو پایمال میکنن تجزیه طلب هستن، نه اونایی که برابری و با هم بودن و اتحاد مردم و خلقهای ایران رو میخوان. و بله، و در نتیجه در شرایط فعلی هم فکر میکنم رهبری سیاسی کرد در کردستان عراق با تمام قدرت در این راه رفت، علی رغم اینکه از جانب خیلی ها که تنگ نظر بودن مورد انتقاد قرار گرفت. این راه فعلا بی بازگشته. من مطمئنم نه ما شاهد عراق متحد خواهیم بود در آینده و نه شاهد سوریه متحد. تجزیه این کشورها به دلیل سالها دیکتاتوری، به دلیل وجود حکومت بعث و به دلیل تأثیرات جمهوری اسلامی در دو دهه اخیر قطعی است، راهی نیست. چون همین حالا سیاست جهانی، سیاست آمریکا، سیاست قدرت‌های منطقه کوتاه کردن دست جمهوری اسلامی از عراق و سوریه است. به من بگید آیا در عراق یک رهبری دموکرات لائیک فدرال میتونه به وجود خواهد اومد؟ نمیتونه. در سوریه نخواهد بود، نیروشو من نمیبینم. و در نتیجه یکی از تأثیراتش که ایران بسیار نگران این هست، قطعا تأثیرش این خواهد بود، کردستان عراق تحت نفوذ ایران باقی نخواهد ماند، همونطور که اتحادیه میهنی هم از ایران فاصله گرفته. یکی. در ثانی نیروی به وجود خواهد آمد که خواهد اومد که در مقابل عراق و نفوذ ایران خواهد ایستاد. اینا به نظر من همه به نفع ماست. اون چی که داره در منطقه اتفاق میفته به نظر من تجاوزگری های جمهوری اسلامی طی این دو دهه به نظر من وادار به عقب نشینی میشه و دست جمهوری اسلامی از خارج مرزهاش کوتاه میشه. من فکر میکنم همونطوری که گفتم شماها و کسانی مثل شما که بارها از حقوق مردم دفاع کردین، مردم مختلف ایران، خلقهای ایران دفاع کردین، خواستار برابری و آزادی خواهی و با هم بودن مردم متفاوت ایران بودیم، در شرایط فعلی هم باید از این خواست مردم کردستان عراق دفاع بکنید و در این حال همه ما تشویق بکنیم
که بدون خون ریزی و حتی به یه توافق برسن. چرا نمیشه کنفدرالی اعلام بکنن؟ اجازه بدین دو دقیقه کوتاه بریم و برگردیم پاسخ رو از آقای لاجوردی و شما پی بگیریم برنامه رو، چون من همه هم و غمم در این زمینه یک چیز بیشتر نیست، اون اینه که ما راههایی رو پیدا بکنیم که این مسئله ای که امروز در کردستان عراق در اقلیم کردستان به وجود آمده در کشور ما ایجاد نشه. درسته. زمانی ایجاد نمیشه که ما قادر باشیم، عرض کردم سال هام هست دارم این بحث رو مطرح میکنم، قادر باشیم که یک مجموعه ایرانی که متشکل از کرد و لور و فارس و عرب ایرانی و ترک و غیره و غیره هست در این مجموعه بتونیم زندگی بکنیم، وگرنه غیر از این امکان پذیر نیست. شما ببینید همین آمار این هفته پیش تا به الان این کولبرهایی که کشته میشن، متاسفانه بانه اشاره هم بکنیم به مسئله بانه بد نیست کوتاه اشاره داشته باشیم، همینو میخوام خدمتتون بگم، اینایی که کشته میشن اینا کیان؟ اینا یا هموطن ما هستن یا نیستن. اگر هستن که ما باید که بیستیم و دفاع بکنیم، باید بیستیم و ببینیم که دلایل این که این کولبری میکنه در 18 سالگی باز اگر کشته نشه بازنشسته میشه، معلول میشه، همه چی میشه چیه؟ این فقر مطلق، این بیکاری مطلق که در اونجا به وجود آمده، مردم بانه که اعتراضهای خودشون رو مطرح کردن و باز با سرنیزه و توپ و تفنگ مواجه شدن، اینها همه عواملی است که هیچ نگیم که برای سر ما نمیاد، سر ما هم خواهد آمد. یعنی باید ما بتوانیم راهی رو انتخاب بکنیم که بعد از جمهوری اسلامی این مجموعه ایران حفظ بشه. خوشحالم عمر ایلخانی زاده امروز اینجاست، خوشحالم که وقتی که به کتاب آسیب شناسی اپوزیسیون در تورنتو نگاه بکنید، مقاله ایشون و صدای ایشون رو میشنوید و توصیه های ایشون رو میشنوید و میبینید که به چه شکل به عنوان یک هموطن توصیه میکنن که ما بتوانیم با هم بنشینیم و یک راهی رو پیدا بکنیم برای نبودن این جمهوری اسلامی، برای سرنگونی. ببینید عرضمو با این جمله تموم میکنم، یک گروه هایی به وجود آمدن از جمهوری اسلامی که میان مثل ما اسم سرنگونی رو نمیارن، میگن تغییر رژیم. خب حالا اگر که مثلا آقای احمدی نژاد بره، آقای نمیدونم خاتمی بیاد یا آقای روحانی بیاد، تغییر رژیمه؟ نه، بحث اصلی بحث دیگری است، بحث سرنگونی این نظامه. تعارف هم نکنیم با هم دیگه، اینجاست که ما میتونیم قادر باشیم مملکتمون رو نگه داریم. من عرضم تموم میکنم در انتظار صحبت های آقای ایلخانی زاده میشینیم. بفهمی خواهش بکنم. من یه مسئله رو جواب ندادم که اینکه آقای لاجوردی گفتن که در استکهلم جریاناتی نشستن و جلسه گرفتن و نمیدونم چند تست. اینا جریان وابسته به پکاکاست و ما درش شرکت نکردیم. مال ترکیه است. بله، احزاب اصلی برای کردستان ایران این جلسه رو فراخوان داده بودن. احزاب اصلی کردستان ایران درش شرکت نکردن، چون ما سیاست های خودمون رو داریم و حاضرم نیستیم دیگران برامون تعیین کنن و فراخوان بذارن و کنفرانس و سمینار بذارن و بگن چیکار کنیم در آینده. ما خودمون داریم با خودمون بحث میکنیم و سعی میکنیم اینو پیش ببریم. این در این مورد. اما در مورد این مسئله من قبلنم گفتم، هشدار دادم، به نظر من تا وقتی که اگه میپذیریم با سیاست‌های نادرست مذهبی، دیکتاتوری و شوونیستی عراق و سوریه متحد رو نخواهیم دید، کاری کنیم که اون اجزایی که اون بخشایی که میتونن متحد دموکراسی خواهی در ایران باشن، میتونن بر علیه دیکتاتوری و در راه سرنگونی جمهوری اسلامی باشن، رابطه دوستانه براشون برقرار کنیم. من کردستان عراق فعلی و آتی رو در این مسیر میبینم، علارغم ضعفایی که داره، علارغم نمیدونم انتقاداتی که این و اون به آقای بارزانی دارن و من به حکومت اقلیم کردستان دارم، از بسیاری لحاظ
منتقدشون هستم، ولی به نظر من در شرایط فعلی منطقه اونا راه با هم بودن و با هم زیستن رو هنوز پیش میبرن و در این جهت تلاش میکنن. این تضعیف جمهوری اسلامیه و بالاخره اگه میپذیریم عراق تضعیف میشه، یه بخشش هم کردستان خواهد بود، به نظر من بخش دیگه هم خواهد داشت در آینده. و در نتیجه من فکر میکنم که هول نشیم، نترسیم از این که چون کردستان عراق به این نتیجه رسیده، همه کردها میخوان خودشونو از اتحاد با دیگر مردم ایران یا ترکیه رها بکنن. برعکس، ما بر علیه دیکتاتوری هستیم، ما طرفدار با هم بودن و با هم زیستن خلقای ایران هستیم. من نه تنها در ایران بلکه در خاورمیانه میخوام در یه اتحاد بزرگ امیدوارم بتونیم کار بکنیم. چرا اتحادیه اروپا هست؟ چرا مثلا دنیا دنیاییه که اینو میخواد؟ با هم بودن و تنوع فرهنگ ها به نفع ماست، به شرط برابری حقوقی و ملی تمام ملیت ها و خلقایی که با هم هستند. قطعا یه ایران بزرگ، یه ایران متحد، یه ایران دموکرات، یه ایرانی که خلق ها عاشقانه با هم بتونن زندگی بکنن و متحد بشن، در شرایط فعلی هم به لحاظ اقتصادی و رفاه مردم بیشتر پیشروی خواهد داشت، هم در این منطقه و حتی در سطح جهانی برای شکوفایی و انسانیت و دموکراسی بهتره. این ارجحیت ما بوده و هست در شرایط فعلی. ممنونم آقای دکتر لاجوردی. برای تایید حرفشون نبود سرنگونی جمهوری اسلامی، نبود جمهوری اسلامی، دیروز من تحلیلگران آمریکایی رو میشنیدم که اینها نظرشون این بود که بله جمهوری اسلامی نباید باشه. منتظرم هستن که آقای ترامپ ظاهرا چند روز قبلا که داشته سفر میکرده به فلوریدا به خبرنگارا در مورد ایران گفته و 3-4 هفته دیگه تا اکتبر بیشتر نباید صبر بکنین، فقط برجام نیست، مسائل دیگری هم هست. دیروز هم تحلیلگرا میگفتن تا زمانی که جمهوری اسلامی باشه همین مسئله است، یعنی هم عقیده بودن حداقل چند تا از اینا که نبا جمهوری اسلامی باید سرنگون بشود، ولی در این حال اعتقاد داشتن که رفراندوم کردستان میتونه جمهوری اسلامی رو مهار کنه. هر چقدر جمهوری اسلامی در منطقه مهار بشه امکان سرنگونیش بیشتره. دلم میخواد نقطه نظر شما رو بشنویم. ببینید، من باز برمیگردم به صحبت آقای ایلخانی‌زاده در کنفرانس تورنتو در کانادا. ایشون یه بحثی رو اونجا مطرح میکردن، میگفتن که دیکتاتوری که خارج از مرزهای خودش شکست بخوره در داخل امکان ادامه و بقا نخواهد داشت. درسته آقای ایلخانی‌زاده؟ بله کاملا درسته. تمام این سرنوشت تمام مستعمرچی ها و نیچه امپراتوری ها بوده کاملا. امروز ما شاهد این هستیم که دنیا، حالا ما این 30-40 سال گذشته مرتب این حرف خودمون ایرانی ها زدیم، امروز شاهد این هستیم که دنیا به این نتیجه رسیده. منتها موانعی که در کار موانع اقتصادی است که این کشورهای مختلف نمیتونن چشم پوشی بکنن. امروز دیگه بحثی که وجود داره در منطقه بحث 100% جمهوری اسلامی است، یعنی اینکه اگر تکلیف داعش روشن بشه به هر شکلی، جمهوری اسلامی به دنبال اینه که یک حزب الله شرق سوریه رو به وجود بیاره و بتونن که همسایه مستقیم اسرائیل بشن. و این چیزیه که عملا نه تنها امریکا، کشورهای غربی هم دنبالش نمیرن. و از طرف دیگه برای اینکه یک قدرت به وجود بیاد، هیچ کشوری، هیچ ابرقدرتی، حتی روسیه هم آمادگی این نداره که در کنار خودش یک قدرت جمهوری اسلامی رو داشته باشه. از طرف دیگه شاهد این هستیم که به حال جمهوری اسلامی دست بردار نیست و امروز میگه که یکی از این پاسدارا، مقامات پاسداری گفته که اگر دستور داده بشه ما به میانمار میریم. خب یعنی چی؟ یعنی این که ما باید شاهد این باشیم که جمهوری اسلامی میخواد که از منطقه هم فراتر بره و یا کارهای دیگه؟ چنین چیزی غیر ممکنه. بحثی که وجود داره به نظر من، بحث اصلی که وجود داره اینجاست که ما
با این موقعیتی که به وجود آمده، نه الزاماً حمله آقای ترامپ. حمله آقای ترامپ هیچی رو حل نمی‌کنه. از یه بعدش میتونه عمر جمهوری اسلامی رو زیادتر بکنه، از یه بعد دیگه‌اش میتونه مسائل اقتصادی خودش رو حل بکنه. همه اینها یه روزی، من این رو بارها تاکید کردم، یه روزی بعد از 150 سال که ما لیاقت و شایستگیمون این بوده که یک دموکراسی داشته باشیم و همچنان نداریم، دستمون رو زانوی خودمون بگذاریم و بتونیم با این بحثی که عمر ایلخانی‌زاده الان دو سه بار مطرح کرد، در این مجموعه بتونیم یک دیکتاتوری رو کنار بگذاریم و بتونیم به یک جایگاه دموکراتیک برسیم، یه حداقل‌هایی رو آغاز بکنیم. بحث اصلی ما اینجاست، ما از این فراتر نریم. اجازه بدید که به نظر من این رو اگر که از دید کسانی که ناسیونالیست فارس هستند بخوایم نگاه بکنیم، اگر این کار انجام نشه، اگر ما نتوانیم با هم بنشینیم، اگر ما نتوانیم با هم دیگه بر علیه جمهوری اسلامی در تمامیت و کلیت و موجودیتش بیستیم و سرنگونیش بیستیم، قدم بعدی میتونه این تهدید برای ما هم چه در کردستان، چه در بلوچستان، چه در جاهای مختلف ایران باشه. دور تا دور ایران در محاصره آمریکا، نیروهای آمریکایی است. بله. 11 منطقه ایران دور تا دور ایران در محاصره نیروهای آمریکایی است. ولی بحث ما این نیست که ما از جمهوری اسلامی جدا بشیم، اون سرنگون بشه، ما زیر لگد سربازان خارجی قرار بگیریم. این بحث اصلی است. ما این شایستگی رو داریم که خودمون باشیم، ما این لیاقت این دموکراتیک رو بودن رو داریم. اینجا دست به دست همدیگه بدیم، بیستیم و ببینیم که آیا این ایستادن، این ورشم امتحان بکنیم، این منیت، این خودبینی، این خودمحوری تا به الان تنها کاری رو که کرده جمهوری اسلامی رو قوی کرده. ما کجا هستیم؟ عرضی ندارم. آقای ایلخانی‌زاده بشنویم نقطه نظر شما رو. بله، به درستی گفتم ما از یه جایی رهایی پیدا نکنیم، دو دام دیگری بیفتیم. کی ما میتونیم رو پای خودمون واقعا، وقتش نرسیده بعد 150 سال؟ دیرم شده وقتش. بسیار دیرم شده. حقیقتش اینه که ما راهی نداریم جز این که تلاش کنیم برای دموکراسی در ایران. و مشکل اصلی ما با حکومت جمهوری اسلامی نیست، مشکل اصلی ما گذر از اپوزیسیونیه که اپوزیسیون نیست، یعنی به زائده جمهوری اسلامی تبدیل شده. یه روز گذر از خاتمی میگه، یه روز فاز اصلاح طلب میکنه، سیستم رو و این دیکتاتوری رو زیر سوال نمیبره. ما قبل از این که دوامون با جمهوری اسلامی باشه، دوامون با اون اپوزیسیونیه که هنوز توهم اینو داره که میشه تحت قوانین جمهوری اسلامی گذر کرد. بله. و اصلاحات انجام داد. من فکر میکنم در این مورد اپوزیسیون سرنگونی خواه باید خط و مرز خودش از اپوزیسیون اصلاح طلب جدا کنه. این صداها من تردیدی ندارم که بلندتر خواهد شد. تردیدی ندارم که آینده ایران بسیار خطرناک خواهد بود اگر این جمهوری اسلامی باقی بمونه. جمهوری اسلامی عامل فقر و فلاکت و تمام بلاهای فعلی و احتمالات بلاهای آینده‌ای که ممکنه رو سر مردم ایران بیاد. ما اینو دقیقاً باید درک کنیم و در جهت یک اتحاد دموکراتیک برای سرنگونی جمهوری اسلامی، نه تغییر رژیم و نه اصلاح این رژیم، باید اینا رو به صراحت کنار گذاشت. ما چاره‌ای جز این نداریم. من فکر میکنم تنها در اون شرایط هستش که مردم ایران امکان پیدا میکنن که متحدانه با هم زندگی کنن، امکان پیدا میکنن که اتحادشون رو با هم نگه دارن و این وظیفه اصلی ماست. و در شرایط پیچیده فعلی قطعا منم با شما موافقم آقای فتحی، بهانه‌جویی میکنه ترامپ رو برجام، ولی نه اروپایی‌ها باش هستن، نه بخشی از حزب خودش باش هست و دنبال بهانه می‌گرده به شیوه دیگه‌ای جدا از برجام.
جدا از برجام سیاست اعلام بکنه و کاری بکنه که بالاخره به ایران فشار بیاره. من فکر میکنم ایران رو نمیدن به هلال شیعه و نمیدن به جمهوری خاورمیانه رو نمیدن به جمهوری اسلامی و تردیدی ندارم که سیاست های تجاوزکارانه و در طول سه دهه بیشتر از سه دهه جمهوری اسلامی و تغییر دموکراسی، تغییر فرهنگ غربی، فشار به چالش کشیدن دموکراسی و آزادی خواهی من فکر میکنم بر علیهش به کار خواهد افتاد و همه کشورهای منطقه و آمریکایی یا اروپایی یا همه علیهش خواهند بود. این مهمه که ما مردمی باشیم متحد و از حالا کار بکنیم که سرنوشت ما رو عرب ها یا مثلا ترک ها یا آمریکایی ها یا انگلیسی ها تعیین نکنند. این مهمترین مسئله است. باید نگران دخالت های خارجی در ایران فردا بود که خلق های ایران رو هم این نوع دخالت ها از هم جدا میکنه. نقطه قدرت ما مثل همون چوپانیه که چهار تا چوب داد دست پسراش، یکی یکی تونستن بشکنن، گفت چهار و پنج که شد نمیتونید بشکنید. نقطه قدرت ما در اتحاد ماست در این رابطه و برای جلوگیری از نفوذ خارجی هر کسی که مخالف اینه، من مخالف حمله آمریکا به ایران هستم، اما موافق پشتیبانی آمریکا از مردم ایران و از دموکراسی خواهی هستم و برای اینم تلاش میکنم، باکی هم از این قضیه ندارم. مخالف اصلاح طلبها هستم، مخالف سیاست آمریکا، اروپا، یه دوره برای رفسنجانی، یه دوره برای خاتمی، یه دوره برای روحانی هستم و اینو باید آنچنان با بوق و کرنا در گوش خارجی ها، در گوش اروپایی ها، در گوش آمریکایی ها دمید که دیگه این سیاست ها خاتمه پیدا کنه و اجازه ندیم که با معاملات تجاری یا فشار آوردن و امتیاز گرفتن با سرنوشت ما بازی کنن که ما در گذشته اینو دیدیم. بسیار سپاسگزارم آقای فریدزاده. شما صحبت آقای جانم، من چقدر خوشحالم که هر بار که آقای عمر ایلخانی زاده حضور دارن، چه در تلویزیون چه در جاهای مشخص دیگری، در کنفرانس ها، سمینار ها، ایشون مشخص و روشن حرف میزنه. یعنی اینکه بحثی رو که میکنید مثل خیلی از این احزاب اپوزیسیونی ما خجالتی نیست، چون من میگم ما اپوزیسیون خجالتی هستیم. یعنی این که به راحتی الان دیگه باز داره مد شده که ایرادی اصلی که به ما میگیرن، میگن چرا میگین سرنگونی؟ خب بگید حالا سرنگونی رو اسمشو نیارید، چون مردم ممکنه که دیگه اذیت بشن از شنیدن این قضیه. به هر حال بازم فقط خواستم خوشحالی خودم رو از صحبت‌های آقای عمر ایلخانی زاده اعلام بکنم. در بسیار صحبت‌های پایانی به نظر من زیبایی بود و دوباره بپذیریم که جمهوری اسلامی، همونطور که آقای دکتر اجوردی هم گفتن، صبح با کلمات بازی میکنن، سرنگونی رو نگیم. یا گروهی هنوز من میبینم متاسفانه بعد از 37-8 سال از ظرفیت‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی که به اجرا در بیاد قابل تغییر، اینا همش بازی جمهوری اسلامی، قابل نه قانون اساسیش ظرفیت اصلاح پذیری داره نه خودش. آقای ایلخانی زاده بسیار سپاسگزار از حضور شما در این برنامه هستم. امیدوارم باز در آینده نزدیک که اتفاقاتی میفته حتما در مورد مسئله ایران و کردستان با شما صحبت بکنیم. روز شما بخیر. من هم سلام دارم به شنوندگان تلویزیون اندیشه، هم بگذار منم به سهم خود تسلیت بگم به آقای دکتر محمودی و آرزوی موفقیت برای همه شما و خصوصا برای لاجوردی عزیز دارم. سپاسگزارم. روزتون بخیر. روز خوش. صحبت به چاپ کتاب کنفرانسی که ما در تورنتو داشتیم شد. اگر کسانی که علاقمند هستند که این کتاب آسیب شناسی اپوزیسیون رو داشته باشن، میتونن با ایمیل ما، اگر رو من اینجا متاسفانه اینک ندارم، آینده ایران 1@gmail.com اگر تماس بگیرن یا با تلفنی که در
صفحه تلویزیون هست حتما میتونن این کتاب رو تهیه بکنن. از اتاق فنی هم خواهش میکنم شماره تلفن استودیو رو بگذارن، ما در وقت باقی مونده با شما هم صحبت خواهیم کرد. در کتاب یه توضیح مختصر دیگه آقای دکتر لاجوردی بفرمایید برای علاقمندان کسی که بخوان اینو تهیه بکنن. بله، این رو ما تلاش کردیم که به هر حال در جاهای مختلف بگذاریم، ولی راه ارتباطیمون همونطور که آقای فتحی گفتن از طریق ایمیل سایت آینده ی ایران و یا تلفن آقای افشینجم که روی صفحه تلویزیون هست میتونه باشه، و اگر که حتی پیامی هم روی تلویزیون اندیشه هم باشه حتما به ما میرسه، ولی سایت و ایمیل و تلفن آقای افشینجم بحث اصلی تهیه این کتاب. یاد آقای ابوکریمی هم بخیر که مقالهشون در این کتاب هست، یک هموطن کرد عزیز دیگه ایران که متاسفانه در میان ما دیگر نیستن. مجزه بدین خطا رو شماره رو گوشتن با شنوندگان، مدتی است که بینندگان صحبتی نکردیم، قطع شد، دو تا خط اومد و قطع شد، رو دوباره وصل میشه حتما. آقای فتی ببینید، من بحثی که همیشه دارم اینه که ما اگر 38-9 سال موفق نبودیم، این آسیب شناسی هم منظور همین بود، ببینیم چه راهی رو باید پیدا بکنیم که موفق بشویم. این بحث روشنه، یعنی دیگه چیز دیگه وجود نداره. دقیقا. چه کار کنیم که موفق بشیم؟ در این راه چه قدمی باید برداشته بشه؟ اگر ما بتونیم این رو تفهیم بکنیم که هممون در یک جا این مسئله رو بررسی بکنیم، میتونه که آینده ایران شکل واقعی تری به خودش بگیره و دچار این تهدیدهایی نشه که این تهدیدها متاسفانه میتونه واقعیت هم پیدا بکنه روی کشور عزیز ما به وجود بیاد. این هوشیاریه به نظر من، بحث رفراندوم کردستان هوشیاری بزرگیه برای جامعه ایران و برای کشور ما. شکی نیست و مسائل بسیاری هم از آقای دکتر لاجوردی میشد در زمینه همین نظرسنجی یا به هر حال رفراندوم کردستان صحبت کرد، چون آمریکایی‌ها این تحلیلگران وقتی تعقیب می‌کنیم بعضیا 10 قدم جلوترن. دیروز من دوباره تحلیل دیگری دیدم، جلو صحبت عضویت فوری اقلیم کردستان رو در ناتو می‌کنن. هم میهنان ما باید بفهمن اگر چه الان خود آمریکا در تمام اطراف ایران هست و اقلیم کردستان هم آمریکا حضور داره، تمام فرودگاه‌های اقلیم کردستان اطرافش آمریکایی‌های پایگاه‌هایی ساختن، اینا رو بهتره که واقعا بدونیم و آگاه باشیم. حالا صحبت نمیم ناتو میکنم، میخوام بگم از این بحث‌های متفرقه بسیار میشه بحث که جدیه، میتونه در رابطه با میهن ما مهم باشه. بیننده رو جواب میدیم. جانم بفرمین، شما رو ایر هستید. جناب آقای فتی سلام، خسته نباشید. بفرمایید، صداتون پخش میشه. جانم بفرمایید. جناب خسته نباشید، خدمت جناب آقای دکتر لاجوردی عرض کنم که من یه تبریکی به شما بگم که بعد از این همه سالها، این همه کنفرانس و این همه میتگرد و این همه طرفات سیاسی که بعضی از روشنفکرها و شخصیت‌های سیاسی مملکت خارج از کشور انجام دادن، هیچ گونه آثاری از خودشون به جا نذاشتن و هر چی هم بوده به صورت تعریفی و خبری بوده که یه همچی جلسه فلان جا بوده، اصلا مشخص نبود با حضور چه کسانی بودن. ما تا خوشبختان شما و جناب آقای دکتر لاجوردی ثابت کردین که با بود از یک شخصیت‌های سیاسی و ارائه مدرک و نشر یک کتابی در رابطه با اون کنفرانسی که در تورنتو برگزار شد که بسیار موفق بوده، متاسفانه من هرچی که تلاش کردم کتاب نتونستم به دست بیارم. میخواستم استدلال بکنم که آیا تجدید چاپ هم میشه بعدها، اگر دوستانی هم که امسال ما مشتاق خرید این کتاب هستیم و این کتاب به چه صورت قیمت، به چه صورت، البته منظور قیمت به خاطر که کمک به اون برای آینده ایران، نه به خاطر کتاب، هرچند که ارزش کتاب بیش از اینا. بلی، سالم از آقای دکتر لاجوردی میگم. جناب دکتر لاجوردی، به درستی میگین که اپوزیسیون خجالتی. آیا بعد از 37-8 سال ما داریم با خودمون چه کار میکنیم؟ آیا ما واقعا داریم مبارزه میکنیم برای سرنگونی یا برای لاس زدن با جمهوری اسلامی؟ آیا ما جمهوری اسلامی رو با همین شیوه، با همین وضعیتی که الان هست میخوایمش یا واقعا نمیخواد؟ الان آقای روحانی، آقای ظریف با داردست بلند شدن مدن آمریکا، پا
طور مسلمه اینا اومدن که اینجا معامله بکنن. آیا تکلیف ما چیه؟ ما تا کی با شاهد معامله‌گری و قرض و بخشش جمهوری اسلامی و باج دادن به اروپا و آمریکا باشیم برای سر ما بیکلا باشه؟ تکلیف مردم چیه؟ داخل چیه؟ خارج از کشور چیه؟ ما تا کی در خارج از کشور به صورت بیگانه و قربت زدگی زندگی بکنیم؟ خیلی ممنون. متشکرم. مرسی جناب لاجوردی. بفرمایید. من باید یه نکته ای رو بهش اشاره بکنم. جناب افشینجان در برنامه های پیش در مورد کتاب اشاره کردن که کتاب رو ما برای همه میفرستیم و آدرستون و ایمیلتون رو. من باید بگم که به هر حال ایشون همیشه مثل همیشه آدم بزرگواری است و ولی واقعیت دیگه ای هم وجود داره. این رو که ما بخوایم برای همه بفرستیم، هم پول پستش هست، هم هزینه حداقلش که پول چاپه که حالا چه زحماتی کشته شده تا به این جا رسیده یه بحث دیگری است. ولی بله، اون قیمت کتاب رو ما $15 امریکایی گذاشتیم و به هر حال حالا آقای افشینجان ممکنه تخفیف هم بدن در این زمینه، ولی واقعیت هم اینه که اگر این نباشه ما امکان دیگری برای چاپ کتاب نداریم، فقط همین امکانه. و اما در مورد این قضیه که ایشون مطرح کردن ما چی کار باید بکنیم، به نظر من خیلی روشنه، خیلی مشخصه. ما بسیارانی رو داریم که به تنهایی میگن مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر این، مرگ بر اون. ببینید که تمام اینها در این 8-9 ساله گذشته راه به جایی نبرده. مهم اینه که این بحث سرنگونی، این مرگ بر این، مرگ بر اون در یک مجموعه به وجود بیاد که این مجموعه مورد اعتماد مردم ایران قرار بگیره، جایگاه بین‌المللی پیدا بکنه. وگرنه خب حالا یواشکی دو نفر برن آقای ترامپو ببینن، یواشکی نمیدونم یکی با عربستان تماس بگیره، یواش اونا وقتی که فقط و فقط این افراد رو تک به طور تک نفره دو نفره میبینن، فقط برای نوکری میخوان اینها رو. اپوزیسیون ایران باید یک مجموعه بشه که این مجموعه اول بتونه تو ایران جایگاه پیدا بکنه. این رو ببینید دوست عزیز، این بحثی که میکنید به روشنی من بگم، خبر امروز رو بازاره دیدید که یکی از مقامات جمهوری اسلامی میگه 19 میلیون نفر در فلاکت زندگی میکنن، در گرسنگی مطلق زندگی میکنن. قیمت بچه توی شکم مادر شده 100,000 تومان، یعنی $250. این بازم نمیتونه برای ما یک ضربه ای باشه که ما همه چی رو کنار بگذاریم، من نگم اون این دگه این نمیدونم، بشینیم یک واحد مشخص رو تشکیل بدیم، بحث سرنگونی جمهوری اسلامی رو مطرح بکنیم و نگه داشتن کشورمون رو. این راه سختی نیست. این ما نمیایم بگیم که منشور ما رو 117 تا اصل رو بیاییم بپذیرین. این نمیایم بگیم که آقا بیاییم بپذیرین که نمیدونم پیش ما باشین، ما رهبرتون باشیم. اصلا هر کسی یک عقیده، یک دیدگاهی رو داره، ولی واقعیت قضیه اینه که در آزادی کشور، در سرنگونی جمهوری اسلامی، این مجموعه باید بتونه با هم دیگه بنشینه. عرض می‌کنم. بله، به هر حال این واقعیت. مسئله کردستان، یعنی تکستی من داشتم که به نوعی میگویند که بله ایران متفاوته از عراق. کردستان عراق از دهه 90 اقلیم کردستان به نوعی داره خود مختار اداره میشه که این درسته. البته اختلافهای زیادی سر منابع نفت و کرکوک و غیره هست و آرامترین جای دوباره میگویند که اینجا آرامترین جای منطقه عراقه. این هم درسته به لطف شاید هم خود کردها هم غربی ها آمریکایی عرض کردم اونجا رو، اون منطقه رو به هر حال پایگاه مختلفی دارن، یه واقعیت غیر قابل کتمانه. ولی اینکه با ما در ارتباط نیست چرا؟ به هر حال وقتی بی‌عدالتی حاکمه در جای سرزمین ما، من بارها همیشه راجع به بلوچ ها
و این هموطنان عزیز ما در بلوچستان صحبت میکرد، میگفت این سوال تکراری میگویم که چه در ما خودمونم به عنوان شهروندان، حکومت خیلی بده هیچ شکی نیست، ولی ما هم یه وظیفه‌ای داریم به عنوان شهروندان در مقابل، ما همه ایرانی هستیم، این عدالت باید در اون سرزمین حاکم بشه. تا بقول آقای دکتر لاجوردی تا روزی که حاکم نشه 100% این به ایران به هم میپاشه. با وجود جمهوری اسلامی هم خب سرعتش 1000 برابر بیشتر خواهد شد. اجازه بدین تلفنی رو جواب بدیم. جانم بفرمایید. آقای فاطمه گویا خط نشیدیم، خوش شانسیم. پس بذار آخرین سوال هم از آقای دکتر لاجوردی بکنیم. آقای دکتر لاجوردی چه ایرادی داره؟ شما چه مشکلی دارید با قاطعیت اعلام رهبری بکنید؟ همین سوال من بود. خیلی شما طرفدار دارین. طرفداران شما ببینید با اعلام رهبری هیچ مسئله حل نمیشه. با اینی که ما یک مجموعه بتوانیم با همدیگه یک فکر رو جلو ببریم، رهبر در داخل خودش پیدا میشه. رهبر به این نیستش که فقط یک نفر بیاد اعلام رهبری بکنه. رهبر، رهبری اون جایگاهیه که مورد تایید همگان قرار بگیره. اگر نگیره مشکلاتی رو به وجود میاره. من فکر میکنم مسئله رهبری اولین مرحله است. درسته که من مرتب میگم ما اپوزیسیون خجالتی هستیم، ولی مسئله با اعلام رهبری حل نخواهد شد. شما ببینید این تلویزیون های بی بی سی و نمیدونم وی او ای و رادیو فردا و غیره و غیره مرتب رهبر تراشی میکنن، آدم های مختلف رو میارن. ببینید کوچکترین اعتمادی مردم ایران بهشون دارن؟ هیچی. ولی اون مجموعه ای که با هم بنشینه میتونه مورد اعتماد قرار بگیره. من با آقای ایکس با خانم ایگرگ میتونم 1000 اختلاف داشته باشم، ولی سر مسئله نبودن جمهوری اسلامی و آمدن دموکراسی به ایران، حفظ یک پارچگی ایران، که اختلافی هم با کسی ندارم که من نوعی. اینم به آقای فتی اجازه بدید من اشاره بهش بکنم. نگیم این بلا سر ما نمیاد. بله درسته، من همینو میخواستم عرض کنم. کما این که نصف ایران در قراردادهای ترکمنچای و گلستان از ایران جدا شد، بازم میتونه بشه. ایران یک امپراتوری بزرگ بوده که 2 امپراتوری در دنیا وجود داشته، امروز به این کوچیکی شده، اینم میتونه تجزیه بشه. اینو من میگم که هوشیار باشیم به این قضیه. هممون وطنمون رو دوست داریم، راهی رو که باید پیدا بکنیم برای نگه داشتنش اون رو دنبال بکنیم، وگرنه غیر از این باشه راه به جایی نمیبریم. این قرار سر ما میاد، چه در مورد ایران چه در ابعاد بزرگتر. آقای لاجوردی شما خودتون قبلا فکر کنم در این برنامه اشاره کردین، همین 50 سال قبل سازمان ملل 53-54 تا کشور بیشتر نبود، امروز با 256 تاست. اینا از کره مریخ و مشتری و دیگه که نیومدن، همین کشورها بودن که تجزیه شدن. کوچولوی زمانی یادم دوران تیتو در یوگسلاوی میگفتن که اصلا طور یوگسلاوی رو یه پارچه جنرال، این جنرال یوگسلاوی نگر داشته که به مولا درزش نمیره. امروز میبینیم که به تبدیل به 7-8 کشور، کرواسی، مقدونیه، نمیدونم بازنیا، کوسوو، 7-8 کشور شده. پس میشه چه در مورد کشور ما، این تمام این کشورها از آسمون نیومدن بخوره، همین کشورهای بزرگتر تجزیه شدن. حالا یکی میگه نمیدونم دول بزرگ امروز کشورهای کوچیک‌تر راحت‌تر اداره می‌کنن، نمی‌دونم تغییرات ژئوپلیتیکی در جهان و در خاورمیانه غیر قابل، دوستی نوشته بود غیر قابل اجتناب، نمی‌دونم کردها 100 سال مبارزه می‌کنن حقش، همه اینا رو در این شکی نیست که اگر عدالت اجتماعی نباشه به وقوع می‌پیونده. بله یه واقعیت. ببینید اشاره‌ای که کردید بسیار درسته. سال 1948 که سازمان ملل به وجود میاد 51 کشور فقط درش هست، یعنی 51 کشور در دنیا وجود داره. امروز همونطوری که اشاره کردید 256 کشور وجود داره که 193 تاش کشورهای رسمی هستن. بله. چجوری به وجود آمدن اینها؟ همین کشورهای مثل ما هستن که تیکه تیکه شدن. بیاین جلوی این تیکه تیکه شدن رو بگیریم، بیاین ببینیم که چه کاری از دست ما ساخته است. جمهوری اسلامی که مردم رو میترسونه، میگه اگر ما نباشیم ایران سوریه میشه، بدونید که اگر جمهوری اسلامی باشه ایران سوریه میشه. ایران سوریه میشه با ادامه حکومت جمهوری اسلامی. فقط و فقط الان شما ببینید تو این خبرهایی که فعلا داره در اثر اختلافات جناحی بیرون میاد، نگاه بکنید ببینید که چه هزینه هایی رو دارن میکنن
همین آخریش که امروز منتشر شده، نزدیک 2 میلیارد دلار، 2 میلیارد دلار رو از داخل بیت رهبری، حالا اون از کجا آورده بماند، فرستادن برای سوریه. 2 تا سردار سپاه پاسداران برداشتن فلنگو، برداشتن پول، برداشتن در رفتن. بله درسته، امروز خبر اومد. شما میخواید به کی اعتماد بکنید؟ یعنی این اصلا هیچ جای، من مثال آقای سردار رادان رو زدم، ببینید چه فاجعه ای در ایران به وجود آورد. حالا پست گرفته، هر کسی که دستش تا مفرق در خون آدم هاست، پست بالاتر جمهوری اسلامی در جمهوری اسلامی داره. اینا رو هوشیار باشیم بهش، اینا رو بدونیم که راهی ما نداریم جز اینی که بتونیم که متحد بشیم، فکر رو مطرح بکنیم. آینده ایران فردا میتونه نباشه، یه ما دیگه میتونه نباشه، منظورم برنامه آینده ایرانه. ولی واقعیت امر اینه که ما این مجموعه ای که این فکر رو داریم دنبال میکنیم، به طور قطع هستیم، پافشاری میکنیم. اون یک خواستگاه عمومی جامعه ماست، همه ما، هیچ تفاوت نمیکنه، از کرد و لر و بلوچ و عرب ایرانی و ترکمن به اضافه همه فارس ها، هممون دلمون میخواد ایران باقی بمونه. باقی موندن ایران فقط و فقط در سایه این اپوزیسیونی است که میتونه اعتماد مردم ایران رو جلب بکنه، وگرنه دست به دامن آقای ترامپ شدن و عربستان سعودی شدن و اسرائیل شدن هیچ راهی رو به هیچ جا نمیبره. این رو به عنوان هشدار من دارم خدمت همه بینندگان عزیزم و دوستان عزیزم میگم. ما کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم. من دارم میخواد ولی یک بار دیگه بخش آخر آقای دکتر لاجوردی به این داستان غمانگیز کولبران در و اعتصابات بانه و یادی از اینایی که حقیقتا زحمتکشانی که بسیار بیگناه متاسفانه و جمهوری اسلامی پاسخگو هم نیست زندگی رو ببینیم. برای اینها واقعا دارم فیلم هایی که میاد دادم میبینه غیر قابله، این باری که اینها به دوش میکشن و اصلا حیرت آوره. یعنی اصلا امریکایی وقتی میرن، من تو این آیفون نشون میدادم به دوست آمریکایی، باور نمیکنه که یک از بچه 10-12 ساله، دخترای 10 ساله تا بریم بالا پیرمرد 70-80 ساله، من نمیدونم 50 تا لاستیک رو داشت حمل میکرد. یه یادی از این بانه بکنید آقای دکتر لاجوردی. آقای فتی ببینید، این سابقه طولانی داره در جمهوری اسلامی. اگر یادتون باشه یک فیلمی هم ساخته شد، شیخ اسب‌ها، این کولبرها اول با اسب بودن که با اسب بار میکشیدن، اسبا رو کشتن. این دکتر لاجوردی اشارهشون به فیلم بهمن قبادی است به نام Time for Drunken Horses، زمانی برای مستی اسب‌ها. بله بفرمایید. که اونجا بار رو دوش روی اسب‌ها می‌گذاشتن و می‌بردن. اسب‌ها رو کشتن اینها و اینها که درآمدی ندارن که اسب جدید بخرن، که مجبور شدن که کوچیک و بزرگ و بیشتر بچه‌ها این بارها رو دوش خودشون حمل بکنن. وقتی که شما دقیق‌تر میرید و این ماجرا رو نگاه می‌کنید، امکان نداره شب خوابتون ببره، امکان نداره، امکان نداره که ببینید که چه وضعیتی اینها دوچارش هستن و چجوری برای اینکه فقط و فقط از گرسنگی نمیرن، همه چی رو قبول میکنن، چون میدونید اینها در خطر شلیک مرتب هستن هر جایی که دیده بشه. تنها گروه هایی که هیچ مشکلی ندارن خود سپاهی های منطقه هستن که اونها قاچاق های بزرگ رو ببرن، طبیعتا کسی بهشون شلیک نمی کنه. سپاسگزارم در ضمن همینجا از دوباره از آقای عمر ایلخانی‌زاده که از اون راه دور با ما بودن سپاسگزار، از آقای دکتر لاجوردی و اتاق فنی. تا دوشنبه آینده خدا نگهدارتون. یادتون نره که ساختن آینده ایران وظیفه تک تک ماست. روز خوش و خدا نگهدارتون.